بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه انسان ها دوست دارن افراد درستکاری باشن. همه انسان ها کارهای درست و زیبا رو دوست دارن و از کارهای زشت و ناپسند بدشون میاد و به دنبال این هستن که کارهای خوب رو بشناسن و به اونها عمل کنن و از کارهای بد و ناپسند پرهیز کنن. در دین ما یعنی مکتب اسلام، بخشی که به این موضوع پرداخته است یعنی کارهای پسندیده بلکه بایدها رو مشخص میکنه فقه یا احکام دینی است. فقهای ما در رساله های توضیح المسائل فرمودن مسائلی را که غالبا انسان به آن احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد. در بخش احکام دین که وظیفه انسان ها رو در رابطه با اعمال و رفتارشون مشخص میکنه، به مقدار نیاز باید انسان این مسائل رو یاد بگیرد. یادگیری مسائل دینی یا فعلا بحثمون در احکام دین هست، به دو گونه میتونه تحقق پیدا کنه. یکی یادگیری تفصیلی، دوم یادگیری اجمالی. یادگیری تفصیلی آن است که انسان در این رشته علمی، در حوزه‌های علمیه وارد بشود، درس بخونه و به طور مستدل، مبسوط، مفصل با دلیل و استدلال احکام دین رو یاد بگیره. و اگر کسی این رشته رو پیمود و به یک مرحله‌ای رسید که در این رشته علمی یعنی فقه و احکام دینی شد صاحب نظر، به چنین فردی میگن مجتهد، یعنی کسی که دارای قوه اجتهاد است، یعنی توانایی علمی رو داره که احکام رو از منابعش استخراج کنه، استنباط کنه. و اما راه دوم، راه آشنایی اجمالی است، یعنی به مقدار نیاز مسائل رو یاد بگیرن. شما شاید شنیده باشید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این اواخر و عمرشون، روزهای آخر که به بیمارستان منتقل شده بودن، پزشکان متخصص میگفتن که نکته مهمی رو ما در زندگی ایشون و رفتار ایشون به دست آوردیم و این روحیه اطاعت ایشون که طبق نظریه پزشکان رفتار میکردن و همیشه میگفتن هر چه که تشخیص شما هست. این همین معنای تقلید است، یعنی یک مرجع تقلید در مسائل فقهی و احکام دینی میبینیم در مسائل پزشکی مقلد است، به این معنا که مطابق دستور فردی که خودش صاحب نظر هست در اون رشته علمی عمل میکنه، دیگه رو حرف او حرفی نمیزنن. پس نتیجه میگیریم یکی از مسائل مهم در احکام دین همین بحث اجتهاد و تقلید است. برای دین آموزی و برای آن که ما بر اساس دین بتونیم عمل کنیم، یا باید دین رو به تفصیل و مجتهدانه و عالمانه یاد بگیریم، یا اینکه نه، از یک عالم و مجتهد دارای شرایط که اصطلاحا میگن مجتهد جامع الشرایط پیروی کنیم و احکام دین رو از او بگیریم. مثلا تماس گرفته با مرجع تقلید خودش سوالی رو پرسیده است، یا در رساله فقهی او در اون رساله بخواند، یا اینکه از دو نفر عادل آشنای با فتوا و احکام دین بشنود فتوای مجتهد را. بعد از این مرحله بحث بعدی مطرح می شود که این احکام دین که وظیفه ما رو مشخص می کنند بر چند قسمه هست. یکی واجب، یعنی کارهایی که لازم است انجام بشود. دوم حرام، کارهایی که حتما باید پرهیز شود و نباید انجام داد. سوم کارهای مستحب، یعنی کارهای پسندیده که شایسته است انجام دادن اونها. چهارم کارهای مکروه، یعنی کارهایی که خوبه که از اونها پرهیز کنیم. و پنجم کارهای مباح، کارهایی که انجام دادن یا ترک اونها با هم فرقی نداره، مساوی. یکی از کارهای واجب نماز است که شاید بتونیم بگیم مهمترین کار واجب دینی. نماز مقدماتی داره و همچنین یک واجباتی داره، کارهایی که پیش از نماز باید انجام بدیم مثل وضوء، طهارت، امثال اینا، که در ادامه این نوار با مقدمات نماز و بعد هم خاص خداوند با مسائل نماز آشنا خواهید شد.